مهمترین ها. نخستین دیدار دیپلمات های امارات اسلامی و امریکا در دوحه. Not only where the United States stands, but also where we stand together. آمریکا میگوید که گفتگو با مقام های امارات اسلامی به معنای به رسمیت شناختن دولتشان نیست. درخواست سازمان ملل برای دستگیری مردم افغانستان در پی حمله قندوز. The UN family in Afghanistan is deeply concerned by reports of a very high casualties in an attack today. آمریکا، چین، روسیه و پاکستان هم این رویداد را نکوهش کردند. سایه سنگین تحول سیاسی بر کار خبرنگاری. یکی از عکاسان شناخته شده کشور آب کشته در خیابان ها می فروشد. وقتی می آییم مثلا با پنج بار کشته می خواهیم مثلا با انبار معاش کنیم بیه خیلی سخت. و در گذشت نخستین رئیس جمهوری ایران. سلام و وقت بخیر به خبر ساعت 5:31 با من ادریس فاروقی خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا میگوید گفتگو با مقام های امارات اسلامی در قطر به معنی این نیست که ایالات متحده حکومت جدید در افغانستان را به رسمیت میشناسد. معاون بخش آسیایی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده در حال حاضر دولت تازه را به رسمیت نمیشناسد و برای یک رویکرد مشترک در آینده با جهان سرگرم مشورت است. همزمان نشست دو روزه را که قطر میان آمریکا و امارات اسلامی زمینه سازی کرده، امروز میان نمایندگان آمریکا و افغانستان در دوحه آغاز شده است. بهاودین انصاری با جزئیات بیشتر. نخستین دیدار هیئت آمریکا و کابل پس از خروج نظامی از افغانستان. نمایندگان آمریکا و امارات اسلامی در دوحه رو در رو با هم دیدار و گفتگو کردند. نشست جدا از ساختار گفتگوهای دوحه. خلیلزاد در این گفتگوها حضور ندارد. تام وست معاون نماینده خاص وزارت خارجه و سارا چارلز نماینده بلندپایه اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده در ترکیب هیئت آمریکایی هستند. تعداد از ماموران سازمان استخباراتی آمریکا یا سیا هم در این نشست حضور خواهند داشت. ایجاد یک دولت همشمول، خروج مسئول شهروندان آمریکایی و افغان‌های همکار آنها، رهایی مارک فرکس شهروند آمریکایی که در اسارت امارات اسلامی است، تحصیل و کار زنان و دختران افغان و استفاده نشدن از خاک افغانستان توسط حراس افغانان جهانی موضوعات هستند که در محور بحث قرار دارند. Make very clear not only where the United States stands. این را واضح ساختیم که حرمت‌گذاری به اصول و حقوق پذیرفته شده بین‌الملل نه تنها موقف آمریکا بل جامعه جهانی است. لذا طالبان باید در عمل نشان دهند که به همه این ارزش‌ها احترام می‌گذارند و خواهان کار مشترک در کنار جامعه جهانی هستند. President Biden and President Xi. وندی شرمن معاون بخش آسیایی وزارت خارجه آمریکا از دو روز به این سو سرگرم دیدار با مقام‌های پاکستانی است. او هم تأکید میکند که گفتگو با طالبان در قطر به معنی این نیست که ایالات متحده حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت میشناسد. خانم شرمن میگوید در حال حاضر در نظر نیست دولت طالبان به رسمیت شناخته شود. اما واشنگتن برای یک رویکرد مشترک در آینده با جهان در حال مشورت است. We still seek dialogue. We still seek engagement. ما هنوز در تلاش داشتن رابطه و گفتگو با آمریکا هستیم. این پالیسی ما از اول بود تا هر کس در برابر رفتارش پاسخگو باشد. ما می خواهیم این روابط سیاسی و اقتصادی بهبود یابد. هر مشکل که در روابط پدید می آید ما طرفدار آن هستیم تا از طریق گفتگو حل شود، نه اقدام های تحریک آمیز. ما تماس های نه تنها با ایالات متحده بل با تمام کشورهای جهان و منطقه داریم. می خواهیم این روابط بر اساس منافع دو جانبه و احترام متقابل رشد داشته باشد. دو مقام دیگر آمریکایی که نام از آنها گرفته نشده گفتند که تماس عملی با طالبان روی موضوعاتی که برای منافع ملی آمریکا ضروری است صورت می‌گیرد. با گفته آنها این تماس ها نباید به مثابه بر رسمیت شناختن و دادن مشروعیت به امارات اسلامی تلقی شود. با گفته منبع هر نوع مشروعیت باید توسط رفتار دولت تازه حاصل شود.
ځان ته یو نړۍ جوړوي هغه جلا موضوع ده، اما که د نړۍ له هېوادو سره، نړۍ له ټولنو سره، له بین المللي موسسو سره، د هغو سره راکړه ورکړه لري، په هغه کې راکړه ورکړه بین المللي منل شوي تعاملات دي چې هغوی ته هغه باید دوی ومني. نو که چیرې په دې نړۍ کې هغو سره یو ځای اوسي، باید هغه له هغو نه سترګه پټه نه کړي. با این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالحق وسیق رئیس عمومی امنیت ملی، شهاب الدین دلاور و شمار دیگر از مقامهای دولتی در ترکیب نماینده امارات اسلامی قرار دارند. میکنیم که جهانی ها با ما تعامل خوب سیاسی داشته باشند، چون ما میخواهیم جزی از جامعه جهانی باشیم، جزی ممالکی باشیم که به رسمیت شناخته شدن و به نمایندگی از یک ملت صحبت میکنن. ما هم حق داریم، ملت ما حق دارن، باید هم چیزی نشه که ما به رسمیت شناخته نشیم. تلاش ما نهایت جریان داره و امیدوار هستیم که پروسه آغاز شود و به رسمیت شناختن انجام. سهیل شاهین نماینده انتخاب شده امارات اسلامی در سازمان ملل با تازگی در گفتگو با الجزیره گفته است که طالبان به همه شمول بودن حکومت آینده مخالف نیست، اما به گزینش افراد مشخص در آن مخالف است. نشست امریکا با نمایندگان امارات اسلامی در دوحه در حال صورت می‌گیرد که قرار است روسیه اواخر ماه اکتبر میزبان نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان باشد، نشستی که در آن از امارات اسلامی هم خواسته شده تا نماینده‌ای در آن بفرستد. حمله های مرگبار دیروز در قندوز با واکنش های شدید جهانی روبرو شده است. سازمان ملل متحد با نکوهش این حمله خانه همکاری جامعه جهانی با افغانستان شده است. مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر این سازمان گفته که جهان نباید نگاهش را از افغانستان دور کند. همزمان کشورهای قطر، ایران، چین، روسیه و پاکستان این حمله را نکوهش کردند. در حمله دیروز در قندوز 189 تن کشته و زخمی شدند. فرشاد داریوش گزارش می‌دهد. شمال کشور قندوز، ولایتی که پس از رویکار آمدن دولت تازه گواه حمله مرگبار بود. حمله ای که بر بنیاد آخرین آمارها جان 43 تن را گرفته و 146 تن دیگر را زخمی کرده است. این رویداد مرگبار با واکنش های جهانی روبرو شده است. سازمان ملل متحد با نکوهش این حمله از جامعه جهانی می خواهد که برای افغانستان کمک کنند. اعضای خانواده سازمان ملل در افغانستان به شدت نگران تلفات بالای غیر نظامیان در حمله دیروز هستند. رویداد دیروز نگرانی از افزایش خشونت در افغانستان را تشدید می کند. این سومین حمله مرگبار تا یک هفته است که ظاهرا اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار می دهد. دبیر کل این حمله وحشیانه را محکوم می کند و به همه قربانیان تسلیت می گوید. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در یک بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان پس از این حمله گفته است که مردم افغانستان سزاوار داشتن آینده آری از ترور هستند. اتحادیه اروپا هم این حمله را به شدت نکوهش کرده است. وزارت امور خارجه ایران گفته است که اقدام های حراس افغانانه در هر شکل و توسط هر طرف محکوم است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم در اعلامیه حمله را جنایت در ادامه کشتارهای هدفمندانه شیعیان و هزاره ها در کشور خوانده است. عبدالله عبدالله و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین هم حمله روز گذشته بر مسجد را در منطقه سیدآباد قندوز محکوم کردند و این رویداد را جنایت نابخشودنی و نیز کار دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان خواندند. از سوی هم ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته که عاملان این رویداد را پیدا و مجازات خواهند کرد. این در حال است که چند روز پیش در یک انفجار در داخل یک مسجد در ولایت خوست یک تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شده بودند. شمار زیاد از خبرنگاران و فعالان فرهنگی که وظیفه‌هایشان را از دست دادند حالا به کارهای شاقه روی آوردند.
امان الله صداقت از عکاسان شناخته شده افغانستان با از دست دادن وظیفه‌اش حالا به فروش آب کشته در کنار خیابان روی آورده است. آقای صداقت میگوید که برای پیدا کردن لقمه حلال برای خانواده‌اش مجبور شده دست به این کار بزند. از سوی ذبیح‌الله وفا از خبرنگاران محلی در ولایت غور میگوید که با از دست دادن کارش حالا به کار خشتزنی روی آورده است. هادی سحر نگاه انداخته به این موضوع. در پی تحول سیاسی دو ماه پسین در افغانستان، بسیاری ها از کار بیکار شده و یا هم تغییر شغل دادن. مسیر زندگی بسیاری ها در این مدت به سرعت این تحول سیاسی دچار تحول شده. یکی از اینها امان الله صداقت است. عکاس شناخته شده کشور که برای دست کم 10 سال زیبایی ها و پهلوهای ناشناخته شده افغانستان را به تصویر کشیده. چرخش سر سیاست در افغانستان مسیر چرخ زندگی او را هم تغییر داده. تغییر باور نکردنی که او هرگز تصورش را هم نمی کرد. وقتی که یک عکاس میان مثلا همه چیز از دیدی دوربین میبینه خوبی های مردم هم. وقتی میایی مثلا با 5 بار کشته میخوایی مثلا با امرار معاش کنیم دیگه خیلی سخت است. تعمل کردنش هم سخته ولی خب چاره نیست. مجبور هستیم که همین کار ادامه بدیم. امان الله صداقت حالا به فروش آب کشته روی آورده برای پوره کردن نفقه خانواده 6 نفریش. کسی که از بزرگترین نمایشگاه های داخلی و خارجی چندین جایزه به دست آورده و بارها تقدیر شده. از 34 ولایت تقریبا 23 ولایت رفتم عکاسی کردم، از جمله ولایت نورستان که زیباترین ولایت افغانستان از نظر طبیعت است. خب متاسفانه وضعیت به این حالت پیش آمد و ما به برنامه شدیم. عکاسی بخش از زندگی ما شده و همشد و امیدوارم هستم که من همیز طریق پیش مرم. دوستانش هم میگویند این کار حق او نیست. آرزو دارن او به جاهای بهتری برسد. متاسفانه در این کشور در کسایی که باسواد هستن اهمیت داده نمیشه. در دولت قبلی هم که بود بسیار فساد گسترده بود، کسایی که استعداد داشتن زیر پا لغت شدن. اما در این کار امان الله صداقت تنها نیست. ذبیح الله وفا که بیش از 7 سال کار خبرنگاری کرده، حالا کارهای سخت و شاق انجام می‌دهد. پس از آنکه وظیفه‌اش را از دست داده، مجبور شده به کار خیشتنی روی بیاورد. اما او هنوز امیدوار است که به شغل اصلیش برگردد. من امیدوار هستم که نهادهای عامی رسانه‌های افغانستان و همینطور جامعه جهانی به رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان همکاری بکنند تا اینکه روند اطلاع رسانی در کشور فلج نشود و خبرنگاران و رسانه‌های ما بتوانند که امو کار خود به صورت درستش به پیش ببرند. فرار اشرف غنی از کشور تنها بس هم پاشیدن شیرازه این نظام و دولتداری نانجامید، بل نسل نو افغانستان آرزوهای 20 سالهشان را از دست دادن. آرزوهایی که برای بسیاری ها دیگر به یک رویا بدل شده. با فروپاشی دولت زندگی بسیاری از مردم افغانستان یک شب دچار تحول بزرگ شد. بسیاری از جوانان تحصیل کرده و حرفه‌ای یا کشور را ترک کردند و یا در حال ترکند. آنهایی که باقی مانده به عادی ترین کارهای روزمره روی آوردند و یا هم در عالمی از بی سرنوشتی به سر می‌برند. در ادامه، وزارت خارجه روسیه میگوید امارت اسلامی نمیتواند وضعیت را در شمال افغانستان کنترل کند. اندری رودنکوف معاون وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو انتظار دارد دولت جدید به تعهدهایشان در برابر گروه‌های راسفگن عمل کند. این مقام وزارت خارجه روسیه گفته است که اوضاع در شمال افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارند. امارت اسلامی افغانستان بارها به همسایه‌های افغانستان اطمینان داده است که نخواهند گذاشت هیچ گروه امنیتی این کشورها را از خاک افغانستان تهدید کنند. روند انتقال بجا شده های داخلی از کابل همچنان ادامه دارد. وزارت امور مهاجران و برگشت کنندگان میگوید که دست کم 1000 خانواده تا کنون دوباره به خانه هایشان برگشتند. به گفته این وزارت، این خانواده ها به دلیل جنگ و ناامنی های پسین خانه هایشان را ترک کرده و به کابل آمده بودند. موترهایی که پر از بجا شده ها هستند و آنان را به خانه هایشان دوباره برمیگردانند.
امروز 1005 تن از پارک شهر نو کابل به ولایت‌هایشان انتقال داده شدند. این بجا شدگان به دلیل جنگ و ناامنی های پسین از ولایت هایشان به پایتخت آمده بودند. دا پروگرام ترتیب کرده ده چه دا کم خلق چه ده خپلو مینو نه ده خپلو ولسواله و ولایتون نه بیزه شوی دی دا خلق خپلو ولایتون و خپلو ساحو تا لار شی دوی دی پار ترانسپورت مشکل په نظر که نول شوی ده چه دا حل چی او دی ترچنگ چه خوراکی مواد و نقدیا کمکونه هم ورسره کیگی پخپل و زیونو که چه دوی ورسیگی. وزارت امور مهاجران و برگشت کنندگان میگوید که ترانسپورت و پول نقد از سوی دو نهاد خارجی به این بجا شدگان فراهم شده است. کمک هایی که طرف امارات اسلامی و مردم هایی که به اسلامی و تجارا و تاجر هایی که به ما کمک کردن یک چیزی ناچیزی برای ما کمک کردن. قرار است روند انتقال تمامی بجا شده های پسین از کابل به ولایت هایشان به کمک نهادهای امدادرسان دیگر هم آغاز شود. فامیل هایی که ایج هستن این دو مؤسسه با همکاری دو بنیاد زنان رضاکار افغان مقیم آلمان و مؤسسه یونانید این را به عهده گرفتن. فامیل هایی که از پارک شهر نو میرن، پارک های پارک آزادی که در خیرخانه است، مؤسسات دیگه است، یونیسیار که اینا به عهده دارن. این در حال است که بر اساس گزارش ها بیشتر از 3.5 میلیون شهروند افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی های پسین در کشور از محل های بود و باششان بجا شدند که حدود 700 هزار تن آن در سال روان میلادی بجا گردیدند. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی دستاوردهایشان را در نمایشگاه در صحن این اداره به نمایش گذاشتند. مسئولان این نهاد میگویند آنان خواهان ازدیاد 10% دانش آموزان در سال جاری هستند که این ترتیب 20 هزار دانش آموز جدید میتوانند جذب کنند. مسئولان این اداره از حکومت و نهادهای خارجی میخواهند تا با این اداره همکاری های فنی و مسلکی کنند تا این اداره خود به پا بیستد. مسئولان وزارت معارف میگویند آنان به حمایت و همکاری های نهادهای خارجی ضرورت دارند، اما حمایت مشروط را نمیپذیرند. گشایش نمایشگاه دستاوردهای اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در صحن این اداره. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی که در 8 بخش تعلیمات مسلکی و تکنیکی از جمله تکنیک موتر، برق، نجاری، نقاشی و خطاطی و غیره را آموزش می‌دهند، می‌خواهند 20 هزار دانش آموز جدید جذب کنند. آنان از حکومت امارات اسلامی می‌خواهند تا این اداره را حمایت کنند. د ګټورو او اغیزمنو اجراءاتو لپاره د تخنیکی، مسلکی او حرفوي زده کړو ادارې د ظرفیت لوړول، د تخنیکی او مسلکی زده کړو اداره تر ډیره په دې لټه کې ده تر څو زده کوونکو ته په شفاف ډول او کم لګښت سره با کیفیته تخنیکی، مسلکی او حرفوي ښوونیز خدمتونه وړاندې کړي. معین تضمین کیفیت وزارت معارف هم با وعده هر نوع همکاری با این اداره از نهاد و مؤسسه های خارجی خواست تا این اداره را حمایت کنند. افغانستان اسلامی امارت لدی سره دا تعهد کوي، خصوصا د پوهنې وزارت دا تعهد ورسره کوي تر څو د دوی به دغه تخنیکی و مسلکی چې د موږ څومره وسي موږ به له دوی سره انشاءالله همکار یو، موږ به له دوی سره تعاون کوو. هغوی هغه څه چې د موږ د اسلامي امارت یا د یو نظام په مرکزي پالیسي کې مداخله بلل کیږي، په هغه صورت کې فکر کوم افغانان د چا همکاری ته ضرورت نه لري. دانش آموزان این اداره میگویند آنان با تجهیزات و بودجه اندک این وسایل را ساختند. میگویند اگر امکانات بیشتری در دست داشته باشند توانایی ساخت وسایل بیشتر را دارند. قبلا نمایشگاه و اینا ایجاد میشد، فعلا یکی از مشکلات ما نبود نمایشگاه ها و نبود امکانات برای فروش است. اسلامی مرده دا خواست چې دلته موږ د تجهیزات او دغه کمخ سره مخ یو، باید موږ د صحیح هغه ولرو، منظم سیستم ولرو چې ټول کار دلته عملي کړو ان شاء الله تعالی. دا افغانان محصلین دومره وړتیا لري چې هر څه په خپل ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د موټر په خپله جوړ کړي دلته. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در سال 1397 به حیث یک اداره مستقل بودجوی واحد ارتقا کرد و بیش از 2.275 میلیون افغانی بودجه عادی و انکشافی دارد.
به گفته مسئولان این اداره، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی دارای 98 نمایندگی بوده که 75 نمایندگی آن فعال بوده و بیش از 64 هزار دانش آموز در سطح کشور در این اداره آموزش های تخنیکی و مسلکی را فرا می گیرند. ادامه مهمترین ها و عالم چند خبر کوتاه از جهان. پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین و پاسپورت ژاپن و سنگاپور با اعتبارترین پاسپورت جهان در سال 2021 میلادی رده‌بندی شد. بر اساس گزارش شاخص پاسپورت هوتلی که همساله فهرست اعتبار پاسپورت کشورهای جهان را رده‌بندی می‌کند، پاسپورت‌های آلمان و کره جنوبی در رده دوم قرار گرفتند. فنلند، ایتالیا، لوکزامبورگ و اسپانیا بر اساس رده‌بندی در جایگاه سوم قرار گرفتند. اتریش و دنمارک در رده چهارم و فرانسه، ایرلند، هلند، پرتغال و سویدن در رده پنجم کشورهای رده‌بندی شده‌اند که با اعتبارترین پاسپورت جهان را دارند. پاسپورت آمریکایی در رده هفتم این فهرست قرار گرفته است و شهروندان آمریکایی می توانند به 185 کشور و قلمرو جهان بدون ویزا سفر کنند. رئیس جمهوری چین بار دیگر بر عزم دولت خود برای اتحاد با تایوان تاکید کرده، اما احتمال توسل به زور برای جلوگیری از حرکت تایوان به سوی استقلال را رد نکرده است. شی جین پینگ در سخنرانی خود در پکن تاکید کرد که این حرکت باید به صورت مسالمت آمیز انجام شود. اما آقای پینگ گفته کسانی که میراث خود را فراموش کرده و به سرزمین مادری خود خیانت کردند به نتیجه نخواهند رسید. سخنان رئیس جمهوری چین در زمان بیان می شود که تنش‌های نظامی در منطقه بالا گرفته است. آمریکا گفته است عمیقا نگران تنش میان چین و تایوان است. اخیراً ده‌ها جت نظامی چین برای چندمین روز پیاپی وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی تایوان شدند. ابوالحسن بنی صدر به عمر 88 سالگی در پاریس بر اثر بیماری درگذشت. او اولین رئیس جمهوری در حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران بود. بنی صدر سال 1360 در پی رأی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس و تأکید رهبر ایران خلأ شد و از همان سال با خروج از کشور زندگی در تبعید در فرانسه را آغاز کرد. ادامه مهمترین ها و در مهمترین های ورزش امروز، از رقابت های مشت زنی زیر نام جام آزادی در کابل، قهرمانی تیم آریانا در لیگ برتر فوتبال ولایت بدخشان و همچنان دیدارهای فوتبالی خواهیم گفت در این بسته تصویری. یک دور رقابت های مشت زنی زیر نام جام آزادی در کابل برگزار شد. این رقابت ها در سه رده سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان پیگیری شد که 40 ورزشکار از 20 باشگاه مشت زنی پایتخت اشتراک کرده بودند. هدف دیگر از برگزاری این رقابت ها بلند بردن ظرفیت ورزشکاران گفته شده است. پیشتر این رقابت ها از سوی سازمان قهرمانان طلایی افغان از بهر آغاز دوباره ورزش برای مشت زنان حرفه‌ای کشور برگزار شده بود. آریانا قهرمان لیگ برتر فوتبال بدخشان شد. این تیم در دیدار نهایی این رقابت ها با حساب 3-1 فوتبالستان امید شهید نیازی را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. همچنان در پایان این پیکارها احمد شاپور از تیم آریانا به عنوان بهترین بازیکن برگزیده شد. احمد فرزاد تلاش از تیم امید شهید نیازی لقب آقای گل را به دست آورد و جایزه بهترین دروازه‌بان هم به صباح‌الدین سنگر داده شد. رقابت های لیگ برتر بدخشان از یک ماه قبل با حضور 10 تیم آغاز شده بود. تیم های ملی فوتبال هلند و کرواسیا با شکست حریفان خود به ترتیب صدرنشین جدول گروه های جی و اچ انتخابی جام جهانی قطر در قاره سبز شدند. در گروه جی هلند مهمان خود لیتوانیا را با یک گل شکست داد تا با 16 امتیاز صدرنشین گروه بماند. کرواسیا هم با پیروزی 3-0 برابر قبرس با 16 امتیاز و تفاضل گل بیشتر از روسیه در صدر جدول گروه اچ جای گرفت. آلمان نیز با نتیجه 2-1 بر رومانیا غلبه کرد تا جایگاه خود در صدر جدول گروه جی را حفظ کند. امشب دیدارهای سایر گروه های مرحله انتخابی جام جهانی 2022 در قاره سبز برگزار خواهد شد. ممنون که تا حال بیننده مهمترین های 5 و 30 از 1 بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.